نخست سرخط خبرها. آغاز روند ثبت نام اشتراک کنندگان آزمون کنکور در هلت. گفته می شود در این آزمون نزدیک به 12,000 دانش آموز اشتراک خواهند کرد. انتقاد ساکنان ولسوالی گذره از پیشبرد امور آمریت معارف از سوی سرپرست. آنان می گویند که تداوم این روند باعث ایجاد مشکلاتی شده است. جذب بیشتر از 120 نیروی امنیتی در مرکز تعلیم و تربیت پلیس فراه. این نیروها به منظور ارتقاء ظرفیت جنگی به این مرکز فرستاده شدند. همسویی سه قدرت جهان در مورد صلح افغانستان. نمایندگان روسیه، چین و آمریکا خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان شدند. و اینکه دونالد ترامپ بر خروج کشورش از پیمان جهانی نظارت بر تجارت اسلحه تاکید دارد. خانم‌ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین میتوانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. مسئولان اداره زراعت هرات راه اندازی نمایشگاه‌های محصولات داخلی را بر بهبود بستر صادراتی این محصولات به ویژه زعفران مؤثر می‌دانند. بشیر احمد احمدی عامل خدمات این اداره به تلویزیون چکات می‌گوید که برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی می‌تواند در زمینه مسائل اقتصادی محصولات زراعتی به ویژه زعفران هرات نقش بسزایی داشته باشد. زعفران هرات در سال گذشته رکود چند درصدی داشته و به طور قابل ملاحظه‌ای ارزش آن در بازارهای داخلی و خارجی افت کرد. این در حالی است که یک شنبه هفته گذشته نمایشگاه تولیدات داخلی در هرات افتتاح شد. ساکنان ولسوالی گذره ولایت هرات از پیشبرد امور آمریت معارف این ولسوالی از سوی سرپرست انتقاد می کنند. آنان می گویند که پیشبرد امور آمریت معارف از سوی افرادی که به صفت سرپرست فعالیت دارند مشکلات زیادی را برای این بخش به وجود آورده است. پیشبرد امور ادارات دولتی از سوی سرپرستان در هرات موضوعی است که همچنان ادامه دارد. موضوعی که حتی نگرانی اعضای شورای ولایتی را نیز با خود داشته است و اکنون هم ساکنان ولسوالی گذره از پیشبرد امور معارف این ولسوالی از سوی افراد سرپرست انتقاد می کنند. آنان می گویند که بیش از 4 سال است که امور اداره معارف این ولسوالی از سوی سرپرست اداره می شود. در همین حال شورای ولایتی هرات این اعتراض مردم ولسوالی گذره را حق مسلمشان دانسته و دلیل این موضوع را عدم تطبیق قانون در کشور می خواند. خواست مردم کاملا برحق است، ولی متاسفم به می دولت که نمیتونه اجرات قانونی خور بکنه. یک رئیس، یک آمر ولسوالی معارف گذره در حدود چند سال میشه از 6 ماه بالا خلاف قانونه. بارها مردم صدا خور بالا کردن، برطرف میشه، باز مکتوب دیگه پشت سر میاره. پس معلوم میشه دیگه نی قانونی نی نظامی نی هم تطبیق قانونی است. باید به خواستهای قانونی مردم لبک بگه، بس بعد به اعلان بدن کسان که لیاقت و استعدادی کار دارن بتونن کار بکنن و همچنین زمینی کار بر مردم فراهم بشه، طریق رقابت آزاد بیارن، هم استعداد و لیاقتی داشته باشه. اما یک آدم معلوم میشه که دیگه طریق پارتی و پول که داره چند سال میشه استاد شده اینجا که این خلاف قانون است. معترضان میگویند که بارها از این موضوع شکایت کردند، اما تاکنون به اعتراضاتشان کدام توجهی نشده است. با این حال اداره معارف هرات دلیل اصلی این موضوع را عدم موجودیت افراد دارنده شرایط لازم میداند. روح الله از حد رئیس اداره معارف میگوید که از چند ماه به این طرف بحث هایی که از سوی سرپرستان به پیش برده می شود بر رقابت آزاد گذاشته شده است، اما به دلیل نبود افرادی که شرایط لازم را داشته باشند آنان این پروسه را متوقف ساختند. حدود 157 بست 3 و 4 به اعلان رفته و پروسه شارلیست از هم تکمیل شده و نظر به اینکه بعضی کسایی که واجد شرایط نبودن قانون بر اینا حق داده که شکایت درج کنند، شکایت درج کرده بودند و به مخاطر پروسه موقتا متوقف شده. نه تنها آمریت معارف ولسوالی گذره، بلکه در حال حاضر امور چندین اداره دولتی در هرات از سوی سرپرستان مدیریت می شود که به طور نمونه می توان از اداره شهرداری هرات و اداره مبارزه با مواد مخدر نام برد.
ساکنان هرات از عدم رعایت قوانین ترافیکی از سوی مردم و بی‌اعتنایی مسئولان به این موضوع انتقاد می‌کنند. آنان می‌گویند که اکثر رانندگان وسایط نقلیه قوانین ترافیکی مانند داشتن کلاه ایمنی، بستن کمربند و توجه به چراغ‌های ترافیکی را رعایت نمی‌کنند و مسئولان اداره ترافیک هم به این مسئله چندان توجهی ندارند. در همین حال غلام سخی حسینی مدیر ترافیک هرات به تلویزیون چکات می‌گوید که آنان تمام تلاششان را برای تطبیق قوانین ترافیکی در شهر انجام می‌دهند و این همچنین از ساکنان هرات می‌خواهد که در اجرای قوانین ترافیکی با اداره ترافیک همکار باشند. روند بایومتریک و توزیع کارت ورود به آزمون کانکور هرات فردا آغاز می شود. مسئولان اداره معارف هرات می گویند که در سال جاری بیش از 11,000 نفر در آزمون کانکور اشتراک خواهند کرد. طبق تقویم وزارت تحصیلات عالی افغانستان، برای اخذ امتحان کانکور در ولایات مختلف فردا در هرات روند بایومتریک و توزیع کارت به داوطلبان اشتراک در امتحان کانکور آغاز خواهد شد. مسئولان اداره معارف هرات میگویند که در این دور بیش از 11,000 دانش آموز اشتراک کرده که از این میان 6,597 نفر دختر و بیش از 5,000 نفر آنان را پسران تشکیل میدهند. تمام شاگردایی که چی به صورت متفرقه و چی به صورت عادی فرم کانکور اینا ثبت کردند، اینا میتونند از مکاتب مربوطه خود در عموم مکتب خود مربوط به نایی یا ولسوالی خود اخذ کنند. در این حال مسئولان دانشگاه هرات میگن که توزیع کارت و بایومتریک دانش آموزان به طور مشخص در روزهای معین تعیین شده و آنان باید مطابق با این روند مراجعه کنند. عبدالله فائز رئیس دانشگاه هرات میگوید که در سال جاری سطح پذیرش دانشگاه هرات بالا رفته و این دانشگاه نزدیک به 4,000 دانش آموز را جذب خواهد کرد. امسال سطح پذیرش پوهنتون هرات هم بالا رفته که ما 3,820 نفر محصل از تمام رشته ها و دوره ها ما پذیرش داریم و ما متیقین هستم که از پذیرش ما هم شاید دو چند پذیرش ما محصل معرفی بشه. هر محصلی که کامیاب بشه، هر محصلی که در رشته مورد نظر خود کامیاب بشه، پوهنتون هرات با آغوش باز او را میپذیره و ما برای از اینا پیشا پیش خوش آمدید میگویم. آقای فائز همچنان از اشتراک کنندگان آزمون کانکور خواست که در امر انتخاب رشته دقت لازم را به خرج دهند. دانشگاه را در حوزه غرب کشور یکی از دانشگاه‌های مطرح به شمار می‌رود. این دانشگاه 16 دانشکده داشته و در 71 رشته تحصیلی دانشجو می‌پذیرد. مرکز تعلیم و تربیت پلیس فراه به منظور ارتقاء ظرفیت نیروهای امنیتی 120 نفر را جذب این مرکز کرده است. مسئولان امنیتی فراه میگویند با آنکه در این اواخر امنیت نسبی در این ولایت تامین شده است، اما آنان به منظور آمادگی بیشتر در مقابله با مخالفان مسلح دولت این نیروها را آموزش‌های پیشرفته نظامی می‌دهند. ولایت فرا در ماه‌های اخیر شاهد جنگ‌های سنگینی بود و حتی در برخی مواقع شماری از ولسوالی‌های این ولایت به پرتگاه سقوط نیز رسید. اما در این اواخر مسئولان امنیتی فرا اوضاع امنیتی این ولایت را قناعت بخش می‌دانند و می‌گویند که به منظور ارتقای توان جنگی و آمادگی بیشتر نیروهای امنیتی در خط نخست جنگ، آنان را آموزش مسلکی خواهند داد. د سو د بیا رغونی او د جوړیدنې په غرض باندې او د مسلکي سازي په خاطر باندې موږ نن دغه پروګرام جوړ کړو چې یو څلور شل نفره هغه سربازان چې په لومړي قدمه کې باید دې ته هغه ابتدایي تعلیمات ورته ورکول سي دا پروګرام نن په هغه خاطر باندې تنظیم شوی. در این حال فرمانده پیاده لوای ارتش در فرا میگوید که در این اواخر اکثریت مناطق ناامن فرا از وجود پیکارجویان طالب پاکسازی شده و اکنون تحت کنترل دولت است. ما شب روز زحمت میکشیم، وضعیت در کنترل ما هست. انشاءالله سایه و سایه لحظه به لحظه حرکت دشمنه، مفکوری دشمنه تعقیب میکنیم. در این اواخر در عملیات ظفر 5 ما تلفات سنگینی در حدود 41 نفر به دشمن وارد شد که دشمن ضربات قوی وارد شده و تقریبا 9 نفر از قماندانانش در اساسی کردن. برنامه‌ای هم برای انکشاف شهرداری گروش بلانگوزاری هم یاله جریان داره. وضعیت در کل
زیر کنترل و نظارت نیروهای امنیتی دفاعی تان است. مردم شریف و نجیب ولایت فرا مطمئن باشند که ما با جان دل کوشش خواد کردیم تا امنیت در خانه و کاشانه اینا بر اینا تامین باشد. در همین حال مسئولان اداره محلی فرا میگویند که آنان به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر بین نیروهای امنیتی تلاش کرده و آنان را آموزش و مجهز خواهند ساخت. بلد خوشی خبر داده چی لله الحمد فرا په تاریخ کی اوس دیرش همزغی او هماهنگی موجود ده. خو همزغی او هماهنگی یو ده هغه فکتو څخه ده چی باید موجودی کنه زموږ هرڅه کړنی و ادارت او زموږ هرڅه لاسراوړنی به هیڅی. فرماندهی پلیس فرا در حال نیروها را تحت آموزش قرار می‌دهد که در گذشته مرکز تعلیمی و تربیتی پلیس فرا غیر فعال بود. اما اینکه فعالیت مجدد این مرکز چقدر بر تامین امنیت در فرا تأثیر خواهد گذاشت، گذر زمان به آن پاسخ خواهد داد. در نتیجه سقوط یک پاستگاه نیروهای امنیتی در ولایت غور، 4 نیروی امنیتی کشته شدند. عبدالبصیر قادری عضو شورای ولایتی غور میگوید که پیکارجویان طالب شب گذشته به پاستگاه امنیتی بند به پایان از مربوطات مرکز ولایت غور حمله کردند. به گفته او در این درگیری 4 پیکارجوی طالب نیز زخمی شدند. در همین حال عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور این رویداد را تایید میکند، اما میگوید تاکنون جزئیاتی در این مورد در دست نیست. پیکارجویان طالب در شماری از ولسوالی‌های ولایت غور همواره حضور و فعالیت گسترده‌ای دارند. ساکنان فرا از برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح حمایت و استقبال کردند. آنان لوی جرگه مشورتی را در امر تامین صلح در کشور مؤثر دانسته و افزودند که شهروندان کشور از تداوم جنگ خسته و برای دستیابی به صلح پایدار و عادلانه خواهان برگزاری این جرگه هستند. لوی جرگه بر اساس ماده 110 قانون اساسی عالی ترین مظهر اراده مردم است که متشکل از اعضای شورای ملی، رؤسای شوراهای ولایتی و ولسوالان است. ساکنان فرا از برگزاری این جرگه استقبال کرده و آن را در شرایط فعلی کشور مؤثر خواندند. شما ببینین در افغانستان وقتی که لوی جرگه برگزار میشن، عموما روی لوی جرگه از این قرار است که از تمام مردم افغانستان در لوی جرگه شرکت کنه، یعنی افکار عموم مردم افغانستان در اونجا شرکت میره. طبیعی هستند که تاثیر بسیار داره در روند سال، چون هر کس با زبان خودش همون خواسته که داره بیان میکنن که ما چه خواسته داریم. مثلا من در ولایت فرا هستم، چه مشکلات میتونم داشته باشم؟ خصوصا میرم مستقیما با رئیس جمهور افغانستان صحبت میکنم از مشکلاتی که من دارم. خواست مهم اینه که کوشش کنه که درد مردم فرا را و مشکلات مردم فرا را برسانه، چون که صلح یگانه آرزوی مردم فرا است. تا صلح نشود از وطن هیچ کدام آرومی، هیچ کدام خوشبختی هم فکر نکنم بیاید تا صلح نشود. این ساکنان میگویند که شهروندان کشور از تداوم جنگ خسته و برای دستیابی به صلح پایدار و عادلانه خواهان برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح جهت تعریف چگونگی رسیدن به صلح پایدار و نظردهی پیرامون مذاکره با پیکارجویان طالب هستند. خواست ده خلق صدا شده دغه ملت زبردل ملت به خاطر باندې چې طالبان او دولت د دوار په خاطر باندې وروره هلته ډیر کوشش وکړي د صلح کار برابر که او د سولې په خاطر باندې وژغري او په سولې باندې په هر ارسه چې په هر رقم چې وسی دغه سولې ته ان شاء الله رحمان آمدګي ونیسي چې د زموږ ملت ذلیل سوی دی، ټوکر ټوکر دی، د خوار ملت لپاره کوشش وکړي چې ان شاء الله رحمان دغه سولې یو نتیجه ته ورسیږي. غوښتنه مې دا ده چې سولې غواړو، د سولې په باره کې کار وکړي، هغه استازی هم لاړ شي چې هغه وارځي. موږ د ولس غوښتنه سوله ده، امنیت دی، زپاره امنیت خراب دی، چې امنیت راسي دغه مې غوښتنه ځینې زه رئیس جمهور څخه ده، دوی څخه ده، ټولو څخه. فعالان مدنی نیز برگزاری این جرگه را به نفع مردم کشور می دانند. لوی جرگه مشورتی در طول ادوار تاریخ در افغانستان بسیار مؤثر و کارساز بودن راجع به مسائلی که حاکمان وقت و یا بزرگان در یک منطقه از حل یک جانبه از او نتوانستن که به جای برسن.
در حالی ساکنان ولایت فرار نسبت به برگزاری این جرگه دید مثبت نشان داده که شماری از دسته‌های انتخاباتی برگزاری این جرگه را تحریم و آن را کارزار انتخاباتی خواندند. بر اساس قانون تصمیم در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، مساله اولیای کشور، تعدیل قانون اساسی و محاکمه رئیس جمهوری از وظایف این جرگه است. در 18 سال گذشته این پنجمین لوی جرگه است که در افغانستان برگزار می شود. مقام های امنیتی فرا از کشته شدن دو فرمانده پیکارجویان طالب خبر می دهند. محب الله محب سخنگوی فرماندهی پلیس فرا می گوید شب گذشته نیروهای حمایت قاطع یک موتر حامل پیکارجویان طالب را در ولسوالی رینج ولسوالی خاک سفید هدف قرار دادند. به گفته او در این حمله در کنار دو فرمانده پیکارجویان طالب یک عضو این گروه کشته شدند. ولایت فرا از ولایت ناامن به شمار می رود که در شماری از ولسوالی های آن پیکارجویان طالب فعالیت دارند. طی روزهای اخیر پیکارجویان طالب به قرارگاه نیروهای پلیس ولسوالی اناردره حمله کردند که در نتیجه آن 10 سرباز پلیس کشته شدند. مسئولان اتاق‌های تجارت بادخیز از وضعیت صنعت قالی‌بافی در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند. محمد اسحاق درویشی رئیس اتاق‌های تجارت بادخیز به تلویزیون چکات می‌گوید که بی‌توجهی دولت به صنعت قالی‌بافی در بادخیز این صنعت را با رکود مواجه ساخته است. خیلی کمی انتقالیت و رکود مواجه است. یک چیز نگه که به نام سیاهی قالی‌بافی در بخش ایستری پیشواران هم در ایجاد شده بود، ولی متاسفانه که همه نسبت ناامنی ها و جنگ ها و ایدسلالی باراندانی ها و سیراب ها همه چیز هم که دمجا خوب باقیمانده هستی به تدیده کسی با چی کار میشن که یعنی هیچ چیزی وجود نداره به صلاحی اکرام. وزارت دفاع ملی از پاکسازی کامل ولسوالی بالامرغا به بادغیس از وجود پیکارجویان طالب خبر داده است. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع، آخرین گروه پیکارجویان طالب شب گذشته از بالامرغا متواری شدند. در اعلامیه وزارت دفاع ملی آمده که در عین حال فرمانده جدید پلیس ولسوالی بالامرغا نیز معرفی شده است. درگیری میان پیکارجویان طالب و نیروهای امنیتی نزدیک به 3 هفته در بالامرغا بادغیس ادامه یافت. پیش از این پیکارجویان طالب با انجام حملات گروهی چندین پاسگاه امنیتی را در این ولسوالی تصرف کرده بودند. نمایندگان روسیه، چین و آمریکا در نشستی سه‌جانبه در مسکو خواهان خروج مسئولان نیروهای خارجی از افغانستان در چارچوب روند صلح شدند. در این نشست سه‌جانبه، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، دنگ ژیان نماینده ویژه چین و زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان در مورد روند صلح افغانستان تبادل نظر کردند. در بیانیه‌ای که از سوی وزارت خارجه روسیه روز گذشته منتشر شده، آمده که نمایندگان هر سه کشور از نیروهای خارجی در افغانستان خواستند تا به صورت مسئولانه و منظم در چارچوب برنامه صلح از افغانستان خارج شوند. در این بیانیه همچنین آمده است که هر سه کشور از روند همه جانبه صلح به رهبری و مالکیت افغانها حمایت می کنند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید که در مورد هدف و پیامد برگزاری جرگه مشورتی صلح شک دارد. آقای کرزی این مطلب را در حاشیه 8th دوره کنفرانس بین‌المللی امنیتی مسکو بیان کرده است. رئیس جمهور پیشین تاکید کرده است که باید جرگه مشورتی صلح در آغاز مذاکرات آمریکا با پیکارجویان طالب و یا پس از مشخص شدن نتایج آن برگزار میشد. او همچنین گفته است که برای شرکت یا عدم شرکت در جرگه مشورتی صلح رایزنی میکند. زاهد نصرالله سفیر پاکستان در کابل به تلاش‌های صلح در افغانستان خوشبین است و می‌گوید که به زودی در افغانستان صلح تأمین خواهد شد. این دیپلمات پاکستانی بر بهبود روابط میان افغانستان و پاکستان تاکید کرده و افزوده که مردم افغانستان در آینده نزدیک به صلح و ثبات
دست خواهند یافت. این در حالی است که روز گذشته عمران خان نخست وزیر پاکستان نیز در اعلامیه‌ای از روند صلح افغانستان پشتیبانی کرده بود و گفته بود که پاکستان دیگر در جنگ داخلی افغانستان سهم نخواهد گرفت. پاکستان پیش از این بارها از سوی حکومت افغانستان به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم شده است. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی از سیاستمداران خواسته تا در امور نظامی مداخله نکنند. او از نیروهای امنیتی نیز خواست که سیاست را به سیاستمداران واگذار کنند و همچنان خطاب به سیاستمداران گفته که در کارهای ارتش مداخله نکنند. آقای خالد که امروز در کابل در همایشی سخن می‌زد گفت که عملیات و حملات نیروهای ارتش به مخفیگاه‌های مخالفان مسلح دولت روحیه آنان را تضعیف می‌کند و در صورت ادامه این تهاجم معادلات سیاسی تغییر خواهد کرد. او با اشاره به مذاکرات جاری سال گفتی که ارتش و رهبری حکومت از صلح با عزت و با حفظ ارتش حمایت می کند. در یک نظرسنجی یا کمیسیون حقوق بشر شماری از زنان خواستار نظارت سازمان ملل متحد از روند صلح شدند. سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اشتراک کنندگان این نظرسنجی بیش از 5000 نفر از زنان ولایت مختلف هستند که خواهان نظارت سازمان ملل متحد از روند صلح شدند. بر اساس یافته های این نظرسنجی برقراری آتش‌بس فوری و دوام آتش‌بس، حفظ حقوق اساسی شهروندان و حقوق زنان بخش دیگری از خواسته های زنان در روند صلح بوده است. در این نظرسنجی تصریح شده است که حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان نباید در روند صلح به معامله گرفته شود. ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که رئیس جمهور غنی به خانه عبدالرب رسول سیاف یکی از رهبران جهادی رفته و با او در مورد صلح و جرگه مشورتی صلح گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری در این دیدار محمد عمر داوودزی رئیس دبیرخانه شورای عالی صلح و محمد معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی نیز حضور داشتند. در مورد جزئیات گفتگوی دو طرف جزئیاتی ارائه نشده است. در همین حال برخی گزارش ها می رسانند که آقای غنی در این دیدار از آقای سیاف خواسته است که ریاست لایجرگه مشورتی صلح را بر عهده بگیرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا می‌خواهد که تعداد کارمندان سفارت این کشور در کابل را تا پایان ماه آینده میلادی به نصف برساند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کاهش کارمندان سفارت آمریکا در 31 ماه می آغاز می‌شود. مقام‌های آمریکایی به این خبرگزاری گفتند که کاهش کارمندان سفارت این کشور در کابل در پیوند به روند صلح افغانستان می‌باشد. با قرار گرفتن زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، تلاش برای متقاعد کردن پیکارجویان طالب برای دست کشیدن از جنگ جریان دارد. وزارت دفاع اعلام کرده است که نیروهای ویژه امنیتی و دفاعی 53 نفر را از یک زندان پیکارجویان طالب در ولایت زابل آزاد کردند. با اساس اعلامیه وزارت دفاع این افراد پنجشنبه شب در نتیجه عملیات نیروهای دولتی در روستای اولام ولسوالی دایچوبان ولایت زابل از زندان پیکارجویان طالب آزاد شدند. در همین حال نصرت رحیمی سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله میگوید در میان افراد آزاد شده 36 سرباز ارتش، 8 سرباز پلیس و 9 نفر غیر نظامی شامل هستند. به گفته او در جریان این عملیات 8 پیکارجوی طالب نیز کشته شدند. وزارت داخله اعلام کرده است نیروهای دولتی توانستند که دوباره کنترل بندر آی خانم در ولایت تخار را به دست بگیرند. بر اساس اعلامیه وزارت داخله عملیات پاکسازی بندر آی خانم از وجود پیکارجویان طالب بعد از ظهر دیروز آغاز شده بود. در خبرنامه افزوده شده که در این عملیات تلفات سنگینی به پیکارجویان طالب وارد شده است، اما آمار مشخصی ارائه نشده است. پیکارجویان طالب از چندی به این سو تا کنون چندین بار به بندر آی خانم حمله کردند و در برخی از حملاتشان توانستند که بخشی از بندر را به کنترل خود در بیاورند. تا لحظات دیگر با خبری از خارج کشور.
به ادامه خبرها خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که کشورش را از پیمان جهانی برای نظارت تجارت اسلحه خارج می کند. رئیس جمهور ایالات متحده به انجمن ملی سلاح گفته است که آمریکا را از یک معاهده بین المللی فروش سلاح خارج خواهد کرد. معاهده‌ای که باراک اوباما رئیس جمهوری پیشین علی‌رغم مخالفت‌های این انجمن و دیگر گروه‌های محافظه‌کار در سال 2013 امضا کرده بود. آقای ترامپ که در نشست سالانه اعضای گروه اسلحه حضور یافته بود، اظهار داشت که قصد دارد وضعیت حقوقی ایالات متحده به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده تجارت سلاح را تغییر دهد و عضویت آن را باطل کند. وی خطاب به شهروندان گفته است که آمریکا را یک بار دیگر با عظمت ساخته و امضای تجارت سلاح را لغو خواهد کرد. آقای ترامپ همچنین این تصمیم خود را دفاع از حق حاکمیت ملی آمریکا نامیده و تأکید کرده است: Because no matter how many centuries go by, ما هیچگاه اجازه نخواهیم داد که دیوان سالاران خارجی به اصلاحیه دوم اصل آزادی ها در قانون اساسی شما تجاوز کنند. On one side are those who seek power. انجمن ملی سلاح آمریکا همواره مخالف این معاهده بوده که تلاش می‌کند مقرراتی را بر تجارت 70 میلیارد دلاری سلاح‌های متعارف وضع کند و مانع دستیابی ناقضان حقوق بشر به اسلحه شود. این گروه می‌گوید که چنین معاهده‌ای حقوق آمریکایی‌ها را در رابطه با اسلحه را نقض می‌کند، دیدگاهی که دولت براک اوباما آن را رد می‌کرد. گفته می شود که این معاهده در رابطه با صادرات اسلحه از سلاح کوچک گرفته تا تانک است و شامل خرید و فروش داخلی کشورها نمی شود. اما با این حال مجلس سنای آمریکا نیز هیچگاه این معاهده را تایید نکرده است. دونالد ترامپ گفته است که سازمان ملل متحد به زودی نامه رسمی خروج آمریکا از این معاهده را دریافت خواهد کرد. این در حالی است که سخنگوی سازمان ملل متحد معاهده بین المللی تجارت سلاح را دستاوردی بزرگ می نامد. رسانه ها به نقل از گروهی که هزینه کارزارهای انتخاباتی را دنبال می کند، گزارش دادند که انجمن ملی سلاح در انتخابات ریاست جمهوری 2016 ایالات متحده 30.3 میلیون دلار در حمایت از دونالد ترامپ خرج کرد. در لحظات باقی مانده مروری دوباره داریم بر سرخط مهمترین خبرها. آغاز روند ثبت نام اشتراک کنندگان آزمون کانکور در هلت. گفته می شود در این آزمون نزدیک به 12,000 دانش آموز اشتراک خواهند کرد. انتقاد ساکنان ولسوالی گذره از پیشبرد امور آمریت معارف از سوی سرپرست. آنان می گویند که تداوم این روند باعث ایجاد مشکلاتی شده است. جذب بیشتر از 120 نیروی امنیتی در مرکز تعلیم و تربیت پلیس فراه. این نیروها به منظور ارتقاء ظرفیت جنگی به این مرکز فرستاده شده‌اند. همسویی سه قدرت جهان در مورد صلح افغانستان. نمایندگان روسیه، چین و آمریکا خواهان خروج نیروهای خارجی از افغانستان شده‌اند. و اینکه دونالد ترامپ بر خروج کشورش از پیمان جهانی نظارت بر تجارت اسلحه تاکید دارد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می‌کنید، شما می‌توانید بدون محدودیت زمانی و مکانی با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات برنامه‌های ما را هم به طور زنده و مستقیم تماشا کنید. از اینکه تیم خبری تلویزیون چکات را همراهی نموده اید سپاسگزارم. ایام به کامتان، بدرود.